موفقیت ها رو شکست، ریسک کرد، میخواست شانسش رو امتحان کنه، گاهی باخت، اما به عقب نگاه نکرد، دوباره و دوباره شانس خودش رو امتحان کرد، شانس با او یار شد. درآمد کلان بعضی شاخهای مجازی از تبلیغ قمارخانه های آنلاین، آیا نهادهای حکومتی ایران در این تجارت پرسود سهمی دارند؟ با یک کارشناس جرائم سایبری صحبت خواهیم کرد و از او خواهیم پرسید چه چیزی قمار آنلاین در ایران را متفاوت می‌کند. یک کارشناس ورزشی از دنیای پر ابهام شرط‌بندی در ورزش خواهد گفت. همچنین با رئیس شورای شرط‌بندی و قمار در بریتانیا صحبت می‌کنیم و از قوانین و مقررات بین‌المللی می‌پرسیم. در ادامه برنامه امشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه. دستور رئیس جمهوری ایران برای خرید واکسن بحث انگیز کرونا از یک کشور دیگر. روحانی میگوید تحریم‌های آمریکا دسترسی به دارو را سخت کرده. مرگ یکی از نزدیکترین متحدان رهبر ایران محمد یزدی درگذشت. خیلی شوک شده و ترسیده بود. و گفتگو با نزدیکان پزشک ایرانی سوئدی محکوم به اعدام. همسر احمد رضا جلالی میگوید او قربانی روابط ایران و اروپا شده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در روزهایی که اقتصاد ایران درگیر رکود و تورم است و بسیاری از مردم هشتشان گروه نه، در شرایطی که در پی بحران کرونا بسیاری بیکار شدند و به سختی روزگار می‌گذرانند، شاهد داغ‌تر شدن بازار بورس و قمار در ایران هستیم. سایت‌هایی که گفته می‌شود مبالغ میلیاردی جابجا می‌کنند و متهمند به پولشویی. سایت هایی که با همکاری عده‌ای از هنرمندان، ورزشکاران و افراد موسوم به شاخهای مجازی هر روز مشتری‌های بیشتری جذب می‌کنند. بسیاری هم از سر استیصال و به امید یک شب پولدار شدن وارد دنیای تو در توی بی‌ضابطه‌ای می‌شوند که در آن نه از حمایت قانونی خبری است و نه اطمینانی به امن بودن مالشان. به گفته ناظران، گردش مالی این سایت‌های شرط‌بندی به قدری برای بانک‌های ایران سودآور است که تمایلی برای ردگیری این حساب‌ها ندارند. همه اینها در کشوری که در آن قمار و شرط‌بندی حرام است. بازنده این قمار کیست؟ دارندگان این سایت‌ها با حمایت چه کسانی می‌توانند در این فضای بی‌قانون جولان بدهند؟ بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم. اول گزارشی ببینیم از پرهام قبادی. این شانس به او داده شد که در این دنیای پر شادمهر عقیلی هم پا به دنیای شرط‌بندی آنلاین گذاشت. ورود او به دنیای قمار مجازی به بحث‌ها در این باره دوباره دامن زد. بسیاری از به اصطلاح شاخهای اینستاگرام از این راه درآمدهای کلان دارند، اما به روشهای مختلف مخاطبان را جذب می‌کنند. بعضی با حرکات عجیب و غریب. اومدیم با سپور داره. این بازی هم برندش منم. برخی دیگر با لایف های اینستاگرامی. آیا تتو هم کردی امیر؟ حرف هایی که شنیدنش برای همه خوشایند نیست. اگه یه جایی بودی که چاره نداشت. از بی پولی رنج میبرید؟ آیا دوست دارید پولدار شوید؟ وعده زندگی لوکس را میدهند. مثل تو. بسیاری از گردانندگان این سایت ها خارج از ایران زندگی میکنند. بعضی در کشورهای همسایه. پلیس ایران میگوید که امسال 10 باند و 600 نفر را در این رابطه دستگیر کرده. اما آیا این بگیر و ببندها جواب میدهد؟ در بسیاری از کشورها سایت های شرط‌بندی آزادن. دلیلی که آزاد نگهشون میدارن اینه که بتونن بهشون نظارت بکنن و قانونمندشون بکنن. وقتی شما یه چیزی رو به طور کلی قدغن میکنین، نظارت از روش از بین میره و نمیدونین که چه اتفاقی میفته. اینجا برای
شرکت در سایت های شرط بندی محدودیت هایی وجود داره. یکی از محدودیت ها مسلما شرط سنیه، بعد از یک سنی بالاتر باشین. محدودیت دیگه ای که وجود داره اینه که شما با کارت اعتباریتون نمیتونین شرط بندی بکنین، چون در واقع کارت اعتباری پولیه که شما ندارین، مازاده بر درآمدتون نمیتونین هزینه بکنین. اما پولی هم که دارین به راحتی نمیتونین خرج بکنین، به این دلیل که یک سقفی برای شما وجود داره. یک سقفی رو اونها برای شما در نظر میگیرن، یه سقفی هم میتونین خودتون برای خودتون در نظر بگیرین. مثلا اولش میتونین بگین من هفته ای 50 پوند توانشو دارم یا 100 پوند توانشو دارم. هر زمانی میتونین اون رو کمش بکنین. اما اگر بخواین زیاد بکنین این مبلغو، به این راحتی نیست. باید تماس بگیرین با شماره ای و شما رو مصاحبه میکنن و سوالاتی ازتون میکنن تا این سقف رو افزایش بدن. محدودیت دیگه ای که وجود داره اینه که شما وقتی احساس میکنین که دارین بهش معتاد میشین، میتونین دسترسی خودتون رو محدود بکنین. میتونین مثلا یک هفته دسترسی خودتون رو قطع بکنین و وقتی میخواین بعد از یک هفته برگردین، به این راحتی نیست که با یک دکمه کلیک بتونین برگردین. باید شما زنگ بزنین به شماره و دوباره سوال و جواب بشین. یک کسی که از این سایت ها استفاده میکرد به من گفتش که وقتی یک بار دسترسی خودش رو محدود کرد و خواست دوباره برگرده، یک سوالی که ازش پرسیدن این بود که وقتی که شرط بندی میکنی احساس غم یا افسردگی میکنی؟ و اون صادقانه جواب داد که آره احساس غم میکنم. و این منجر شد که مادام العمر دسترسیش رو به اون وبسایت از دست بده. ابهامات زیادی درباره این پدیده نسبتاً جدید در ایران وجود دارد. پول‌های هنگفت چطور از ایران خارج می‌شود؟ با وجود فساد گسترده، آیا نهادهای حکومتی هم در این فعالیت پولساز دخیلند؟ و آیا این راهی برای پولشویی است؟ سوال‌های بی‌پاسخ در این باره بسیارند. اما آنچه که مسلم است، این کاسبان زندگی‌های رویایی روی باخت شما حساب باز کردند. تا رو شکست، ریسک کرد، می‌خواست شانسش رو امتحان کنه. پرهام قبادی، بی بی سی. محمد جورجندی، کارشناس جرایم سایبری از الکساندریا در ایالت ویرجینیای آمریکا، با ماست. آقای جورجندی، سال هاست که روی موضوع شرط بندی و قمار آنلاین در فضای اجتماعی ایران تمرکز دارند و بخش عمده ای از فعالیتشون کمپین برای قانونمند کردن این عرصه، پاسخگو کردن مقام های ایرانی و افزایش آگاهی کاربران بوده. آقای جورجندی، خوش آمدید به برنامه. شرط بندی شاید یکی از بازی هایی باشه که به قدمت تاریخ و از سالیان ساله که بشر شرط بندی میکنه روی چیزهای مختلف. در بسیاری از کشورها هم شرط بندی اتفاق میفته و قانونیه. مشکلش در ایران چیه آقای جورجندی؟ سلام به شما بینندگانتون. ببینید، بحث اصلا قماره نیست. بحث اینه که ما به یه شبکه‌ای باش طرفیم که این شبکه از پول سیاه و سفید سود میبره. یعنی اصلا این قماره الان پررنگ شده به این دلیله که خب تو اینستاگرام شما دارید هی میبینید و هی صدا کرده و این لایوهایی که اینا میذارن و شروع کردن اینا. این قصه در کناره، ما قبلش با فیشینگ هم همین مشکل رو با بانک داشتیم. شبکه بانکی کشور یه شبکه‌ایه که تو این حوزه داره سود میبره. از برد و باخت شما باش فرق نمیکنه. از نظر اون حتی آقای ایکسی که شما فکر میکنید مجرمه و در یک کشور دیگه است، اون آقای ایکس هم انظر شبکه بانکی مشتری خوبه. این مشکل انظر من مشکلی که ما بهش پرداختیم تو حوزه‌های مختلف جرایم این هست و ایران تازه داره بیزنس‌های اینترنت، مردم به اساس اینترنت پیدا کردن، مردم بیشتری دسترسی پیدا کردن، حالا آدمایی که سودجو هستن از این مشکل شبکه بانکی ما دارن استفاده میکنن. آقای جورجندی، باز میکنین لطفاً. آخه مشکل به هر حال بانک ها هم سود میکنن، تراکنش مالی درش اتفاق میفته و سود میکنن. بانک های ایران هم مثل بقیه بانک ها، مشکل چیه؟ ببینید، یه اتفاقی میفته توی مخصوصا در مورد قمار و حالا شما اسم شادمهر عقیلی رو وردید و خیلی دوستان دیگری که خودشون توجیه میکنن، میگن خب سایت قمار همه جای دنیا هست، ما هم داریم. من میخوام بگم که فقط این مشکل جمهوری اسلامیه. نه، ببینید، حلقه ای رو که اینا نمیبینن اینه که تمام سایت ها اصرار دارن که تراکنش مالیشون ریال باشه. چرا این اصرار دارن ریال باشه؟ چرا اصرار دارن که سایت هاشون فیلتر نباشه؟ به خاطر اینکه دنبال اون آدم ناآگاه. من چندین نفر رو باشون صحبت کردم که اینا اصلا نگاهشون به این سایت ها سرمایه گذاریه. یعنی طرف خونش رو فروخته که بره اون دکمه مثلا انفجار رو بزنه که بتونه این ماشینی که اون آدم سواره رو مثلا بخره، به امید اون ماشین. یعنی آدم ناآگاه ما زیاد داریم. موقعی که میبینید 200,000 نفر تو لایو ایناست، خب اینا ناآگاهن واقعا. من نمیگم اون بده، برن تو لایوشون باشن، ولی موضوع اینه که ما از این ور هم اطلاع رسانی ندیم. شما دارید میگید جمهوری اسلامی، موقعی که تگ اسلامی میذاره روش و میگیم که هیچ وقت نمیتونه قمار تو اون کشور آزاد بشه، خب چرا اطلاع رسانی نمیشه؟ اطلاع رسانی هم نداشته، 6 دقیقه اطلاع رسانی داشته.
مشکل اساسی اینه که ببینید تو اون کشور ما یه چیزی رو که تو یعنی اومدیم بانکداری رو آوردیم 80 سال خدمت داره بانکداری، ولی نرفتیم عیناً همون اتفاقات که دنیا میفته رو ما تو ایران نداریم. یعنی اینا میخوان تازه الان رسیدم اینکه چرخ رو اختراع کنن. خب چرخ هست، ما اصلا سیستم کردیت نداریم، مثلا اعتبار سنجی در کشور ما وجود نداره. ببینید بانکی که وصل نیست به سیستم اعتبار سنجی، شما میتونی یه کارتون خواب از تو خیابون پیدا کنی، بیای حسابش رو اجاره کنی و باهاش هر جور میره انجام بدی. امروز اسمش قماره، تا دیروز فیشینگ بود، فردا یه چیز دیگه است. و الان پانزی ها هستن که زیاد شدن دارن این کارا رو میکنن. همشون خارج از ایرانن، یعنی مطمئنن که دستگاه قضایی دستش بهشون نمیرسه، اونورم دسترسی به شبکه بانکی دارن. پس شبکه بانکی ما اصلا بستر سالمی برای از نظر اونها برای فساد. به نظر شما مشکل ناشی از بی قانون بودن این، چون به هر حال چون قانونی نیست و جرم در ایران محسوب میشه، همه چیز داره در یک فضای تاریک اتفاق میفته، در نتیجه حمایت قانونی هم ندارن، یا ناشی از ناگاهیه؟ به هر حال تصمیم فرده که اگر بخواد کل زندگیشو بفروشه بره شرط بندی بکنه، ما که نمیتونیم برای کسی منع قانونی از اون لحاظ بذاریم. مشکل دقیقاً کجاست به نظر شما؟ حرف شما درسته. ببینید هر چیزی رو که شما قانون نداشته باشی، نظارت نکنی، مطمئناً از دستت خارج میشه. ولی تو این مورد خاص ببینید، حتی اگه شبکه بانکی امریکا هم باز باشه، هر چقدر هم نظارت کنه، بازم یه سری آدم هستن که دوست دارن این نظارت رو دور بزنن و اون مالیات رو مثلا ندن. خب اینا مثلا از توی امریکا فعالیت نمیکنن، میرن تو ونزوئلا فعالیت میکنن، آمریکا هم دستش مثلا بهشون نمیرسه. موضوع اینه که اصلا شبکه بانکی ما طراحیش برای نظارت روی پول سیاه و سفید غلطه. یعنی اصلا براشون چیزی به اسم پول سیاه معنی نداره. بله من موافقم که باید نظارت بشه، ولی این اتفاق هیچ وقت در جمهوری اسلامی نمیفته. یعنی اصلا چیزی به اسم قمار هیچ وقت شما نخواهید متصور نخواهید بود که قانونی بشه. حالا که شما اومدی گفتی این قانونی نشه، حداقل بیا شبکه بانکی تو درست کن. ولی از اون برم شما میبینید یه آدم پر منفعت وجود داره، منفعت براشون داره، اونها جلوی درست کردن این شبکه رو میگیرن از اون، و چون با اون پول سیاه کار دارن. همین سوالم، یعنی مقام ها میتونن در شبکه بانکی تغییراتی ایجاد بکنن که مانع این شکل شرط بندی ها باشند و نمیکنن؟ اصلا این حرف شوخیه که بگیم ما مسئولین بانکمون اون رده‌ای که تصمیم گیر هستن اینا نمیدونن سیستم کردیت در دنیا یعنی چی. دو تاشون که من از نزدیک میشناسم سیتیزن آمریکان، کسی که سیتیزن آمریکاست آیا سیستم کردیت دنیا رو ندیده؟ من محمد جورجندی با 18 سال سابقه کار و قرض پرداخت کردن و اینا، اعتبارم از نظر شبکه بانکی ایران به اندازه یک کارتون خوابه، با احترام به یک کارتون خواب، ولی اعتبار ما دوتا یکیه از این نظر که مثلا من بخوام یه وام بگیرم اعتبارم به اندازه یه کارتون خوابه. خب این اصلا شوخیه که ما بگیم شبکه بانکی اینو نمیدونه. خیلی خوب میدونن، ولی شما موقعی که میای این اعتبار سنجی رو میکنی، دیگه اون آدمی نمیتونه اون وام رو بگیره چند هزار میلیاردی. اینا که شما میشنوید تو خبرگزاری ها، مثلا آخرین نمونش که دست به نخ ترینه، آیه همتی رئیس بانک مرکزی میاد میگه که 70 تا آدم ما چند صد هزار میلیارد نمیدونم دلار بهشون پول دادیم، میلیون دلار بهشون پول دادیم، بعد اومدیم فهمیدیم که اینا کارتون خواب بودن. خب این اتفاق تو هر جای دنیا میافتاد، اون آدم اصلا از خجالت باید 10 بار استعفا میداد. این اگر سیستم هویت سنجی بود اصلا نمیتونست یه کارتون خواب بیاد مدارکشو بده. خب به من نگید اینا نمیتونه. خیلی اگر که میشه کوتاه در همین فضا، با توجه به اینکه شرط بندی ممنوع در ایران، توصیه‌تون به ایرانیان چیه تو این فضا؟ چیکار باید بکنن به نظر شما؟ والا توصیه اینه که کسی حالا سرتون نیست که به فکرتون باشه متاسفانه. یعنی اونایی هم که به فکرتونن زورشون نمیرسه. یعنی اگر شما دیدید که شبکه بانکی خودشو اصلاح کرد، اگر شما دیدید که اعتبار سنجی خیلی جدی شد، اگر شما دیدید که اینا فراد دتکشن ها اومدن اعمال شد، چیزی خیلی ساده در دنیا که هست، اینا رو کپی پیست کردن، اون موقع بدونید که یکی بالا سر هست که داره به شما فکر میکنه. ولی به نظر من الان ما تو موقعیتی هستیم که خودمون باید یه سری دانش‌های دیگه ای رو هم کسب کنیم که اون دانش‌ها رو قرار بوده مثلا دولت ما داشته باشه، حکومت ما داشته باشه، اون رو نداره. شما خودتون مراقب جیبتون باشید، مراقب باشید چیزی به اسم سرمایه‌گذاری در امروز بشینی پول بدی، درآمد دلاری وجود خارجی نداره. هر چیزی که داره به تو سود میده، اگر داری دو سال سود میگیری، زرنگ بودن تو نیست، این پول همسایتی که داره از اون میگیره به تو پرداخت میکنه. پس مراقب باشید.
متشکرم محمد جورجندی، کارشناس جرایم سایبری. و مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستمپور هم مدت هاست که روی موضوع تبلیغ شرط‌بندی در فضای مجازی کار می‌کنند. آقای رستمپور خوش آمدید به برنامه. همطور که اشاره شد، برای شرط‌بندی در بسیاری از کشورها رایج، خصوصا در رابطه با مسابقات و رقابت‌های ورزشی. در فضای مثل فضای ایران که شرط‌بندی ممنوعه، چه اتفاقی می‌افته و موانعش چیه؟ درود بر شما بینندگان محترم و مهمان عزیز برنامه. فکر می‌کنم که حتی قانونی شدن شرط‌بندی رقابت‌های ورزشی در ایران اصلا اهمیتی نداره، چون که الان بسیاری از موارد و پدیده‌ها هست که قانونیه در ایران، مگه توش فساد نیست؟ در نهایت همین الان هم شبکه قمار و شرط‌بندی زیر نظر سپاهه، یعنی این حرف من نیست، خود همین اعضای این شبکه بارها اشاره کردن، از امیر تتلو که مشخصا سایت داره در تلگرامش نوشت، تا بهادر که در آیتم شما هم تصویرش رو دیدیم. و اگه قانونی هم بشه باز زیر نظر سپاهه و باز محول میشه به همین افراد، چون اینا هستن که میتونن جمعیتی میلیونی رو گرده هم بیارن و سوق بدن به سمت قمار و شرط بندی. اون چه که اتفاق میفته علاوه بر در واقع چپاولی که داره صورت میگیره، مسئله فراگیر شدن ابتذال هم هست. یعنی در عرصه فرهنگی شما در لایف ها و ویدیو ها و مطالبی که اینا منتشر میکنن، فروپاشی اخلاقی رو در رده های سنی نوجوان و جوان جامعه میبینید که چقدر استقبال میکنن از اینا. و به باور من نظام جمهوری اسلامی علاوه بر بهره برداری اقتصادی از طریق این به اصطلاح هنرمندان و شاخهای مجازی، اینا رو تحت کنترل داره، به اینها در واقع داره درآمد هنگفت بادآورده‌ای رو میرسونه. از طرفی تو بزنگاه‌های اجتماعی و سیاسی اینا بسیار مؤثرن و میتونن با خبرسازی و ایجاد سرگرمی و غیره این نسل نوجوان و جوان رو در اختیار بگیرن، که همین اتفاق هم افتاده. و متاسفانه ریشه ماجرا از صدا و سیما آغاز شد، یعنی از پیشبینی مسابقات فوتبال که به جای پرداخت وجه هزینش ارسال پیامک بود و جمعیت گسترده‌ای از دوستداران فوتبال به زعم خودشون تمرین دیده شدن، آب دیده شدن و تصور میکردن که یه قدرت ماورایی دارن که میتونن نتایج بازی ها رو پیش بینی کنن، و اینا هجوم آوردن به سمت سایت های شرط بندی. و باعث تاسفه که میبینیم حتی چهره های شناخته شده ی عرصه موسیقی که به ظاهر به نظر میرسید دغدغه اجتماعی داشته باشن، اینها هم به جای اینکه بعد از سالها زندگی در خارج از کشور روشنگری کنن، آگاهی بخش باشن، متاسفانه اونا هم میگن اگه یه همچین سفره‌ای هست و چیده شده چرا ما نباشیم، و اونا هم دارن اضافه میشن به این مجموعه. چقدر تأثیری میتونه داشته باشه بر فضای رقابت‌های ورزشی؟ آقای رستمپور، فرزند چند ماه پیش یکی از دروازه‌بان‌های یکی از تیم‌های فوتبال متهم شده بود که نزدیک به یکی از این سایت‌ها و به همین دلیل گل خورده توی اون رقابت، البته تبرئه شد اون فرد. فکر می‌کنید که در کشورهای دیگه چطور میشه مطمئن شد که فضای شرط‌بندی بر رقابت‌ها تأثیر نمیذاره و مانع تکرار این وقایع در ایران شد؟ در ایران که به شدت در رقابت‌های لیگ برتر و خصوصا لیگ یک و لیگ دو، یعنی در کمیته اخلاق، کمیته انضباطی، انقدر پرونده هست از بازیکنان و مربیانی که درگیر این موضوع هستن. یعنی بازیکنی که مثلا در لیگ یک قراردادش 5 میلیون تومانه در طول فصل، اونم نصفشو نمیدن و برای این 5 میلیون تومان باید 30 تا بازی دوندگی کنه، مصدوم بشه، با یک توانی روی کورنر، روی پنالتی یا اینکه اخراج بشه در نیمه دوم، چون انقدر آپشن هست برای اینکه توی سایت‌های شرط‌بندی فقط نتیجه نیست، و اینها به راحتی ضربه میزنن و صدمه میزنن به پیکره فوتبال ایران که اصلا به سمت نابودی داره کشیده میشه. و جالبه که هر مربی میاد در این زمینه افشاگری میکنه، نه تنها استقبال نمیشه، چون گفتیم که مقایسه کنیم، مثلا وقتی که در انگلیس در این زمینه حرفی زده میشه، به شدت رسانه‌ها و سیستم قانونی و فدراسیون فوتبال، اتحادیه فوتبال حمایت میکنن و فرصت بهش میدن که بیان کنه، اما در ایران اون مربی رو فرا میخونن، محرومش میکنن و بهش تذکر میدن و جریمه نقدیش میکنن. یعنی عملا امکان بیان این موضوع نیست. و خود ما هم که مطرح میکنیم میگه چون خارج از ایران هستیم بهمون دسترسی ندارن و میتونیم واقعیت ها رو در خصوص سایت های شرط بندی افشا کنیم که یک شبکه مشخصی هستن. اصلا باور نکنید که میگن 600 نفر دستگیر کردیم، نمیدونم 700 نفر بازداشت شدن، اینا یه تعداد مشخصی هستن و حداقل فالوور میلیونی دارن، به بالا
دختر و پسر توشون هستن، همشون هم میگن ما خواننده ایم، هنرمندیم، که خب میدونیم نیستن و به همین ترتیب دارن پولشویی میکنن. یعنی کاری که در سایت های بین المللی که این اتفاق نمیفته، پولشویی میکنن، تحریما رو دور میزنن، مالیات نمیدن، سایتشون جایی ثبت نشده، رسمیت نداره، امکان پیگیری و شکایت وجود نداره. جالبه همین دیروز دیدیم که یک نوجوانی 72 میلیون تومان تو سایت آقای تتلو برده و به جای اینکه بتونه برداشت کنه بلاکش کردن به همین راحتی. خب دستش به جایی بند نیست، چیکار میتونه بکنه؟ چنین اتفاقی هرگز در سایت‌های رسمی بین‌المللی رخ نمیده و کسایی که خارج از کشورن خب تو سایت‌های رسمی بازی میکنن. مشخصه که مشتریان این سایت‌ها همه نوجوانان و جوانانی هستن که در داخل ایران هستن با جیب خالی و رویای اینکه بتونن یک شب ثروتمند بشن. چون از آقای جورجندی پرسیدین چه صحبتی میتونیم بکنیم با این بچه‌ها، اینه که من اگه بخوام صحبتی کنم میگم که بچه‌ها هر چقدر تا الان باختین فراموشش کنین، نمیتونین جبران کنین. یعنی اونایی که بیشترین آسیبو میبینن کسایی هستن که اول یکم میبرن و فکر میکنن که میشه برد و بیشتر میبازن. در همین لحظه واقعا قطع کنید، بازی نکنین، چون همه وجودتون رو از دست میدین، پولتون میره، از جیب باباتون برمیدارین میرین بازی میکنین، ماشین، موتور، دوچرخه، هر چی که دارین میفروشین میرین بازی میکنین و در نهایت عمرتون رو از دست میدین. نکنید و این سایت ها رو بلاک کنید، این صفحات مبتذل اینستاگرامی رو اینا بلاک کنید. اینا دلشون با حال شما نسوخته، اینا فقط از شما پول و زندگی شما رو میخوان و تا الان هم موفق بودن. دیگه نکنید. این توصیه‌ای که من هر روز به زبان‌های مختلف سعی می‌کنم تو شبکه‌های اجتماعی مطرح کنم. متشکرم. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار. در همین رابطه از تجربه بینندگان در ارتباط با شرط‌بندی و قمار آنلاین پرسیده بودیم که نظر چند نفر رو با هم بشنویم. من مدتی بود که کازینو بازی می‌کردم توی مکان‌های معتبر توی آلمان و روزه بوده که من پول بردم ولی ده برابرش باختم. اینه که یه جوری طراحی شده کازینو که آدم بیشتر پول رو ببازه تا ببره. شاید یه برد کوچیکی داشته باشین ولی ده برابرش رو باید پس بدید. و سایت های شرط‌بندی ایرانی جوری طراحی شده که شما اول که ثبت نام میکنید اول میبرید، بعدش باختتون 80-20، یعنی 80% میبازید 20% شاید ببرید، اونجوری که دوستای من توی ایران تجربه کردن. آخرین باری که من این کار رو کردم متوجه شدم که مبلغی که من بردم رو از حساب یک شخص دیگری به صورت فیشینگ خالی کردم و به حساب من ریختن و کار به پلیس فتا کشید و حالا با استرداد اون مبلغ به اون شخصی که شاکی شده بود حساب من باز شد. باید یه نظارتی باشه روی این سایت شرط‌بندی که متاسفانه تو کشور ترکیه این کسانی که این سایت شرط‌بندی رو دارن هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنن و اینکه هیچ مجوزی ندارن و به هیچ سازمانی اگر کسی بخواد اعتراضی بکنه هیچ سازمانی نیست که پاسخگوی اونها باشه. بازی های کازینوی و شرط‌بندی ورزشی یک بیزینس جهانیه و خیلی از باشگاه های ورزشی در دنیا دارن از همین افراد به عنوان اسپانسر استفاده میکنن. به ذات همچین بیزینس بدی نیست و خیلی از سایت ها در ایران که دارن خدمات بین المللی میگیرن و لایسنس های بین المللی دارن کار خوب و با کیفیت به مردم ارائه میدن. من تقریبا 4 سال پیش وارد کازینو شدم، تقریبا 1.5 سال ادامه داشت. از اون به بعد چون تمام پس اندازمو از بین برد خودمو من کردم. یعنی راهی هست در اینجا که بتونید به قول معروف استاپش کنید و اون فردی که وارد کازینو میشه یه شخصیت هیجانی داره، یعنی یه جورایی مفهوم زمان رو از بین براش میبره رفتن کازینو، یا حالا ارتباط شما رو با زندگی، با یه سری از مسائل زندگی کاملا قطع میکنه. حالا روی خورد و خوراک شما و خواب شما که تأثیر بسیار زیادی میذاره. من خودم شخصی هستم که اعتیاد شدید به سایت کازینو دارم. کل زندگی نامم رفت داخل سایت. دوستان عزیزی که صدای منو میشنون ازتون خواهش میکنم
التماستون رو میکنم سمت سایت های کازینو نرید. من الان 2 ماه از خونمون فرار کردم، کسی منو ندیده تا حال، هیچکی نمیدونه کجام، از اعضای خانوادم به خصوص نامزدم. مجبورم به خاطر اینکه اعتیاد به سایت داشتم از دوستان و آشنایان و رفیقام پول قرض کردم، حساب بازیمو شارژ کردم، ای باختم. به جایی رسید که دیگه پول دوستا و آشناهام نتونستم بدم. بریجیت سیمونز، رئیس شورای شهربندی و قمار از ساسکس بریتانیا با ماست. خانم سیمونز، من اگر امروز بخوام یک سایت شرطبندی راه بندازم چه شرایطی باید داشته باشم؟ Well, you would have to apply for a license. شما اول از همه باید تقاضا بکنید برای یک مجوز از کمیسیون قمار. روی وبسایتشون دقیقاً توضیح میدن که چه شما چه شرطی باید داشته باشین. یک شرطش اینه که یک برنامه منظم مالی داشته باشین. باید بتونین با الزام تدابیر مقابله با پولشویی هماهنگی داشته باشین. اما شرایط بیشتری هم هست. من اینکه میدونین فقط هزینه دریافت مجوز نیست، هزینه های همیشه جاری هست. شاید کمیسیون قمار بتونه شما رو جریمه بکنه، شاید قوانینی یا احکامی راجع به شما صادر بشه و بعد شما مشخصا با قوانینی خودتون رو هماهنگ بکنید که خیلی در بریتانیا سختگیرانه هستند. من اگر بخوام در یکی از این سایت ها قمار بکنم چه شرایطی باید داشته باشم؟ قبل از این که راجع به قمار کردن بخوام با شما صحبت بکنم، اجازه بدیم بعضی از ضوابط دیگه که در بریتانیا وجود داره راجع بهش حرف بزنم. مثلا بحث آگاهی کردن، و این راهی هستش که خیلی از شرکت های خارج بریتانیا تونستن قوانین رو دور بزنن و مجوز نگیرن. ببینید، یه تعداد کشورهایی هستن که اسمشون رو میگیم در لیست کشورهایی هستن که میتونن مجوز بگیرن، کشورهایی که کمیسیون قمار توافق کرده این کشورها میتونن کشورهایی باشن که شهروندان میتونن در اونجا مجوز بگیرن، کشورهای مثلا داخل اتحادیه اروپا، و بعد متقاضیان میتونن در اونجا توسط این کمیسیون مجوز بگیرن. این باعث شده که خیلی از افرادی که لزوماً هیچ علاقه و نگاهی به مشتریان مثلا داخل بریتانیا دارن، ولی مثلا کسایی نیستن که هیچ علاقه دارن که بتونن سپانسر بکنن مسابقات فوتبال رو، و یکی از راه‌های هستش که میتونه اون شرایطی باشه که ما دنبال بهبودش هستیم، برای اینکه ما زیاد خوشحال نیستیم با این قضیه که بعضیا مثلا بتونن اینجا تو بریتانیا بتونن خدماتی رو بدن که بعداً بخواد ازش سوء استفاده بشه. اما اگه شما بخواین حسابی رو با یکی از این شرکت‌ها باز بکنین، مخصوصا یک شرکت آنلاین، اول از همه باید سنتون رو به طور خیلی مشخص و هویتتون رو به طور خیلی مشخص احراز کنید، و بعد بسته به این داره که چه شرکتی هست، شاید مثلا از شما بخوان که یه مقدار دپازیتی یا پیش پرداختی در ابتدا بدین، بعد به شما اجازه میدن که سقف میزان قمار شما چقدر میتونه باشه، و اون موقع شما میتونید حساب رو باز کنید. ولی حتی بعد از اون هم گاهی اوقات مداخله خواهند کرد اگر احساس بکنن که شما دارین ورای استطاعت مالیتون قمار میکنین، یا مثلا پول رو دزدیدین دارین باش قمار میکنین، یا از این قبیل. چه حمایت‌های قانونی داره؟ فرضاً اگر که من مبلغی رو برنده بشم و اون پول رو به من ندند، چه کار میتونم بکنم؟ یک داوری هست که قضاوت میکنه، یک سری مراجعی هستن که مثلا ما بهشون میگیم آیبس، و شما میتونین به این داورها یا این شرکتهایی که داوری میکنند برید مراجعه کنید، بگید که من اینجا قمار کردم، یک شرطی رو بردم، ولی اینا به من پولش رو ندادن. اونها اون موقع میان با اون شرکت که بعد به شما پول رو میداد صحبت میکنن، و بعد تصمیم میگیرن که آیا واقعا ادعای شما معتبره و شما این طلب رو دارید و اونو بدهکارن یا نه. گاهی اوقات این مسائل به دادگاه هم کشیده میشه و اون وقت دادگاه تعیین تکلیف میکنه. خانم سیمونز،
بسیاری از افراد فقیرند که در دام این شرکت‌های شرط بندی میفتن، علت چیه که این جذابیت رو برای فقرا داره؟ یکی از دلایلی که خیلی از آدم ها قمار میکنن این هست که امیدوارن پولدار بشن از طریق قمار بازی. واقعیت اینه که این اتفاق نمیفته. شما اگر ببرید خواهید باخت. شاید خیلی شانس بیارید، مثلا بلیط بخت آزمایی رو ببرید، اما خیلی خیلی تعداد افرادی که چنین شانسی دارند کمه. یکی دیگه از مشکلاتی که ما داریم اینه که ما داریم راجع به یک اینترنتی صحبت میکنیم که جهانیه. برای همین در بریتانیا اگه شما واقعا بخواید در یک وبسایتی که ضابطه ای نداره توش قمار بکنین، کار ساده ایه. من با کسانی صحبت کردم که واقعا تجربیات دست اول داشتن از مشکلاتشون با قمار بازی. اونها به من گفتن وقتی حتی مثلا ثبت نام کردن در شرکت هایی که مثلا کمک میتونن بکنن دیگه اینا قمار بازی نکنن، ولی شرکت هایی که خارج از بریتانیا قرار دارن براشون تبلیغات میفرستن، سعی میکنن تحریک و ترغیبشون کنن به قمار بازی. با اینکه خیلی از مراجع شاید بتونن جلوشو بگیرن، ولی این کار خیلی سخته. ولی ما امیدوار هستیم مثلا در بریتانیا دولت بفهمه که باید امکانات و مسئولیت بیشتری رو تقبل بکنه برای مقابله با این جور سوء استفاده. متشکرم بریجیت سیمونز، رئیس شورای شرط بندی و قمار با ما. اضافه بکنم که در گفتگو با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار اسامی مطرح شد و اتهاماتی مطرح شد که بی بی سی نمیتونه مستقلا تایید بکنه. اگر که افرادی که نامشون مطرح شد توضیحی دارند، بی بی سی استقبال می‌کنه که صدای اونها رو هم بشنوه. دولت ایران میگوید برای خرید حدود 20 میلیون دوز واکسن کرونا به سد تحریم‌های بانکی خورده. حسن روحانی رئیس جمهوری گفته که پیچیدگی واردات واکسن به خاطر محدودیت‌هایی است که تحریم برای تراکنش‌های بانکی ایران به وجود آورده. این در حالی است که آمریکا میگوید صدور اقلام بشردوستانه به ایران مشمول تحریم نیست. اما موانع بانکی واردات واکسن کرونا به ایران چیست و دولت ایران در این شرایط چه میتواند انجام دهد؟ گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. موانع واردات واکسن کووید 19 پرشمار است. محدود کردن آن به یک یا دو مورد، ساده سازی یک مشکل پیچیده است که ایران به اشکال مختلف سالهاست با آن دست و پنجه نرم می کند. مسائلی که رسیدگی به آنها می توانست دولت ایران را امروز در شرایط بهتری برای حفظ جان شهروندان ایرانی قرار دهد. با این حال تمرکز رسانه‌ها و مسئولان ایرانی بیشتر بر نقش تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران است. بانک مرکزی فعال، البته مردم ما بدونن که ما هر اقدامی میخواییم انجام بدیم، دارویی میخواییم وارد کنیم، تجهیزاتی میخواییم وارد کنیم، واکسنی میخواییم وارد کنیم، صد لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا در هر موردی. منتقدان تحریم‌های آمریکا می‌گویند ممکن است دارو تحریم نباشد، اما محدودیت‌های نقل و انتقال مالی واردات واکسن را در عمل غیر ممکن می‌کند. آمریکا در مقابل می‌گوید ایران مانعی برای واردات واکسن ندارد، چرا که غذا و دارو در فهرست تحریم نیست. کنسرسیوم بین‌المللی کوواکس هم که ایران برای دریافت واکسن از طریق آن اقدام کرده می‌گوید ایران توانسته مجوز لازم برای پرداخت هزینه‌های خرید واکسن را از وزارت دارایی آمریکا دریافت کند و به همین علت هیچ منع قانونی برای خرید واکسن از سوی ایران به واسطه کوواکس وجود ندارد. کلید معما اما در محدودیت‌های بانکی است. محدودیت‌هایی که بخشی از آن به خاطر تحریم‌های آمریکا است و بخشی دیگر به اعتماد جامعه جهانی به حکومت ایران مربوط می‌شود. اونقدر مشکلات درست کردن، اونقدر اذیت میکنن که یک کار ساده‌ای که با یک تلفن، با یک ارسال پیام، با یک سویفت میتونست حل و فصل بشه، امروز هفته ها و گاهی ماه ها همه کشور باید درگیر بشه برای اینکه یه پولی رو از یه جایی منتقل کنیم به جای دیگه برای اینکه دارو بخریم. آنچه رئیس جمهوری ایران میگوید با یک تراکنش سویفت حل می شود، دیگر به این آسانی ها برای ایران امکان پذیر نیست. چرا که در گذشته برخی از بانک های ایرانی از مبادی مبادلات بانکی برای خرید کالاهای بشردوستانه برای اهداف دیگر استفاده کردند. نمونه مشهور آن پرونده پولشویی توسط رضا زراب، تاجر ترکیه‌ای ایرانی بود. یا داستان واردات خودروهای لوکس با ارز دارو که در دولت محمود احمدی نژاد جنجال آفرین شد.
از سوی دیگر بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یک دلیل مهم دیگر خودداری بانک‌های بین‌المللی از همکاری با ایران است. تصویب نکردن لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سبب شد که ایران از اسفند 98 بار دیگر در فهرست سیاه FATF قرار بگیرد. این سندی برای آن دسته است که میگویند هر پولی در دست حکومت ایران خطرناک است. همه ما وظیفه داریم که نگذاریم رژیم ایران در ازای تروری که از سال 1979 میلادی به جهان تحمیل کرده میلیاردها دلار از آمریکا و اروپا پاداش دریافت کند. حکومت ایران طی سالهای اخیر فرصتهای پرشماری را برای تعامل با جهان از دست داد. نمونه آن فرصت از دست رفته بروزرسانی نظام بانکی ایران است که خود در کنار تحریم‌های آمریکا عامل مهم بازدارنده بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران است. مطالعات متعددی مانند آنچه در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون انجام شده نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب وخیم‌تر شدن وضعیت بانکی شده، دخالت و کنترل حکومت در بانک‌ها منشأ اصلی مشکلات موجود و جذاب نبودن نظام بانکی ایران برای بانک‌های خارجی است. در این شرایط است که حتی با رفع محدودیت تحریم هم پیچیدگی تراکنش مالی پابرجاست. منتقدان سیاست دولت ترامپ در قبال حکومت ایران میگویند واشنگتن سایه ترس را بر تجارت با ایران افکنده. تا جایی که بانک‌های خارجی حتی برای مبادلات بشردوستانه هم سردرگم هستند و انقدر روند اداری این کار پیچیده است که در عمل بانک‌ها را منصرف می‌کند. پیچیدگی اداری و زمانبر بودن روند فروش واکسن به ایران موضوعی است که شاید دو گروه موافق و مخالف سیاست تحریم با آن موافق باشند. مشکلی که با شفاف سازی درباره محدودیت‌ها و مبادلات مالی دولت ایران می‌تواند تا حدی برطرف شود. اما هر گونه تأخیر می‌تواند به قیمت خسارات جانی و مالی غیر قابل جبرانی تمام شود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در ایران محمد یزدی روحانی سرشناس نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درگذشت. او به عنوان یک شخصیت جناح راست و محافظه‌کار شناخته می‌شد. ریاست بر قوه قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و عضویت در شورای نگهبان از مهمترین سمت‌های او بودند. محمد یزدی به بیماری دستگاه گوارشی مبتلا بود و هنگام مرگ 89 سال سن داشت. برای گفتگوی بیشتر در این باره محسن کدیور استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی از شهر دورام با ماست. آقای کدیور خوش آمدید به برنامه. آقای یزدی نقش زیادی در مرجعیت آیت الله خامنه ای داشت، در این باره بیشتر بهمون بگید. بله، آقای محمد یزدی همون نقش را که آقای هاشمی رفسنجانی در رهبری آقای خامنه ایجاد کرد، ایشون در مرجعیت ایشون این نقش رو ایفا کرد در دو مقطع، یکی در سال 1369 و دیگری در سال 1373. در سال در خرداد 1369 ایشون اولین کسی بود که گواهی مرجعیت برای آقای خامنه ای نوشت و اون زمان ایشون رئیس قوه قضاییه بود که از طرف آقای خامنه ای به این سمت منصوب شده بود. فی الواقع برای موافق خودش ایشون گواهی مرجعیت صادر کرد. در سال 1173 بعد از درگذشت برخی مراجع اون زمان از جمله مرحوم آقای عراکی، ایشون که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم بود، برای نخستین بار آقای خامنه‌ای رو به عنوان یکی از شش مرجع جایز و تقلید به مردم معرفی کرد که همون زمان آقای آذری قومی که قبلا با ایشون هم موضع بود، ایشون رو مورد نقد قرار داد که این کار شما درست نبوده. به هر حال اگر هاشمی رفسنجانی نبود، آقای خامنه‌ای رهبر نمی‌شد. اگر محمد یزدی نبود، ایشون مرجع به مرجعیت تقلید هم نمی‌رسید. ایده رو حکومتی ترین شخصیت حوزه میدونن، علتش چیه؟ آقای محمد یزدی، من دو نمونه ذکر میکنم برای حکومتی بودن و شاید شاخصترین چهره حوزوی برای امر حکومتی کردن و حکومتی کردن حوزه های علمیه. میدونید که همواره حوزه های شیعه در مقابل حوزه های اهل سنت خودشون رو به استقلال از حکومت معرفی میکردن و میگفتن دیگران چنین امتیازی ندارن.
آقای یزدی بزرگترین عامل حکومتی کردن حوزه های علمیه بود، یکی از طریق این که خمس رو، وجوهات شرعیه رو، منحصرا مختص ولی فقیه میدونست و معتقد بود که فقهای دیگه اجازه تصرف و به خصوص مراجع دیگه اجازه تصرف در این امور رو ندارن. دوم این که مجموعه 5 نفر ما از علمای حوزه رو میتونیم ذکر بکنیم به عنوان بزرگترین عاملان توجیه نظریه ولایت مطلقه فقیه در بین مردم کرد. 5 تا از شاگردای آقای خمینی بودند. از این 5 نفر 3 نفرشون از دنیا رفتند. یکیشون فی الواقع اخیراً باز کسالت پیدا کرده که گفتن براشون دعا کنید و 1 نفرشون خوشبختانه هنوز در قید حیات هستن. من اسم این آقایون رو میبرم که مشخص بشه محمد یزدی چه رده ای داشته. این افراد عبارتند از یکیش محمد مؤمن قومی که از فقهای شورای نگهبان بود، چند سال قبل از دنیا رفت. دیگری احمد آذری قومی متقدم و نه متأخر، ایشون در نظرات متقدم خودش کلن توجیهگر ولایت فقیه بود. سومیش آقای محمد یزدی هست که الان در موردش داریم صحبت میکنیم. 4مینش آقای محمد تقی مصباح یزدی است که الان بیمار هستند و 5مینش آقای استاد عبدالله جوادی آملی. هر کدام از اینها در توجیه ولایت انتصابی مطلقه فقیه کتاب نوشتن و نقش بسیار زیادی رو داشتن و آقای یزدی بیش از همه برای حکومتی کردن حوزه اقدام کرده. یکیش سرکوب مراجع تقلید مستقل بوده که این دلیل سوم میشه. در 3 مرجع رو من ذکر میکنم، البته مراجع دیگه هستن، 3 مرجع اصلی که آقای محمد یزدی نقش اول رو در سرکوب اونها به عهده داشته. در سال 1158 و 1361 که اولیش سالی است که دارالتبلیغ مرحوم آقای سید کاظم شریعت مداری تعطیل شد، آقای یزدی درش نقش داشت، در کتاب خاطرات خودش این رو نوشته. در سال 1161 که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلامیه عزل مرجعیت آقای شریعت مداری رو که یک بدعت بود در طول تاریخ صادر کرد، در اون زمان دبیر جامعه مدرسین احمد آذری قومی بود که بعداً استغفار کرد از کاری که کرده و رئیس کمیسیون سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نویسنده اون بیانیه شخص محمد یزدی بود. در مرحله دومین اقدامی که ایشون صورت داد بعد از این که آقای خامنه‌ای رو به عنوان مرجع در 2 مرحله معرفی کرد، در سال 1176 2 مرجع معترض و 1 فقیه معترض، یعنی مرحوم استاد منتظری و مرحوم احمد آذری قومی متأخر، ایشون فرمانده سرکوب اینها در حوزه علمیه قم بود و خودش هم اون زمان رئیس قوه قضاییه بود. و مرحله سوم در سال 1188 مرحوم سانعی رو اون اعلامیه که عزل مرجعیت معنا میشد توسط شخص ایشون که دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود صادر شد. متشکرم محسن کدیور استاد مطالعات دینی. همسر احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، میگوید او قربانی روابط ایران و اروپا شده و از دولت ایران خواسته که آقای جلالی را آزاد کند. احمد رضا جلالی 3 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. وکلایش گفتند که از او زیر شکنجه اعتراف گرفته شده و پیش از تایید حکم اعدام در دیوان عالی فرصت ارائه دفاعی داده نشده. کابون خاموش پای صحبت خانواده و همکاران او در استکهلم نشسته. زمستان دیگر و فصل دیگر جدایی. همسر ویدا مهرانیا دور از این هیاهو، دور از خانواده، در سلول انفرادی در تهران زندانی است برای 4مین سال به اتهام جاسوسی و در انتظار حکم اعدام، اتهامی که بارها رد کرده. ویدا مهرانیا در استکهلم زندگی می کند و در تمام این سالها تلاش کرده ثابت کند همسرش بیگناه است. همش می ترسیدم. احمد رضا جلالی هفته پیش در تماس کوتاهی از زندان اوین به خانواده‌اش گفت شاید آخرین بار باشد که صدای او را می‌شنوند. شنیدن این جملات برای ویدا و فرزندانش چیز کم از یک کابوس نبود. خیلی شوک شده و ترسیده بود و واقعا از من کمک خواستش، به خاطر اینکه خودش هم باور نمی‌کرد چه جوری و احساس درماندگی شدید می‌کردش، چون خب
کسی که اونجا گرفتار شده خیلی براش سخته و احساس میکنه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، هیچ قدرتی نداره و مونده اونجا بدون هیچ کمکی و یک هفته دیگه بهش میگن که میخوان اعدامش کنن. خب خیلی خیلی سخته، هیچ کسی نمیتونه تصور کنه. گفته شد که تماس هفته پیش روز سه‌شنبه تماسی برای خداحافظی بود. کنار آمدن با این مسئله برای شما و فرزندانتان چقدر سخت است؟ احمد رضا به من گفت اگر اتفاقی افتاد به پسرم یعنی آریو نگین که منو اعدام کردن، بهش بگین که من تو تصادف کشته شدم، چون بچه من نمیدونه که پدرش تو زندان هست. و برای خودمان خیلی انقدر سخت هست که به خاطر همین مجبور بودیم که هر جایی که بتونم کمک بگیرم از مجامع بین‌المللی، از دولت سوئد که بتونم که کمک بکنم که این اتفاق نیفته. احمد رضا جلالی، متخصص شناخته شده ایرانی سوئدی در مدیریت بحران و آمادگی بیمارستانی برای حوادث غیر مترقبه، دکترا دارد و جلسات دانشگاهی متعدد در این حوزه در ایران برگزار کرده است. 4 سال پیش به دعوت دانشگاهی برای برگزاری سمینار تهران رفته بود که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. 1 سال بعد در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دادن اطلاعات برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به اعدام محکوم شد. احمد رضا جلالی سال 2009 میلادی وارد سوئد شد و در سال 2012 از پایان نامه دکترای خود با تمرکز بر آمادگی و ایمنی بیمارستانی برای مدیریت فجایع غیر مترقبه در این جا شاخه از انستیتوی کارولینسکا در جنوب استکهلم دفاع کرد. احمد رضا جلالی بیشتر وقت خود در استکهلم در این راهروها مشغول پژوهش در حوزه مدیریت بحران و حوادث طبیعی و غیر مترقبه بود. عکس او با گذشت چندین سال هنوز اینجا هست، اما جایش بین همکارایش و سایر پژوهشگرا همچنان خالی است. وقتی شنیدم که او بازداشت شده خیلی تعجب کردم. هنوزم غمگین و ناراحتم. ورونیکا لنستروم 4 سال با او در یک اتاق مشغول تحقیق بود. من چون در مورد وضعیت ایران میدونستم ازش میپرسیدم که چرا سفر میکنه، چون من فکر نمیکردم ایران امن باشه، ولی همیشه میگفت تحقیقی که انجام داده در مورد آمادگی برای بحرانهای طبیعیه و برای مردم ایران خیلی اهمیت داره، چون ایران در نتیجه این حوادث خیلی ضرر کرده. به همین دلیل بود که به ایران میرفت. احمد رضا جلالی پس از گرفتن مدرک دکترا به همکاری با این دانشگاه ادامه داد. زیر نظر لیزا که میگوید او قبل از آخرین سفرش به ایران هیچ کلاس و سمیناری را از دست نداده بود. پزشکی مدیریت بحران حوزه جدیدی در کارهای تحقیقی به شمار میاد. برای همین میتونم بگم که سهم او در این حوزه چشمگیر بود و به نظر من اشتیاقی که به مردم کشورش داشت انگیزه اصلی او برای کمک بود. نه تنها به مردم ایران که برای پیشبرد تحقیقش هم تأثیر فراوانی داشت. فهرست شهروندان خارجی و دو تابعیتی که ایران به ظن جاسوسی زندانی کرده بلند است. سازمان‌های مدافع حقوق بشری تهران را متهم کردند که با این ترفند در پی امتیازگیری از کشورهای مطبوع زندانیان بوده است. ماه گذشته ایران یک پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی را که به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده بود، پس از 2 سال آزاد کرد. در بدل 3 زندانی ایرانی. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، هنوز در ایران در بند به سر می‌برد. احمد رضا جلالی پایان نامه دکترای خود را به زلزله زدگان بم اختصاص داده. همسرش ویدا مهرانیا امید خود را از دست نداده، ولی هر خبری که از ایران به او میرسد را با دلهوره و وسواس دنبال میکند. چندین سال با همه اینها که گذشته و دانشمندان هسته‌ای که ترور شدن و هیچ در واقع بارها چند نفر را اعدام کردند، ولی در واقع متهم اصلی پیدا نشده و این بار قرعه افتاده به گردن احمد رضا. ویدا مهرانیا از ایران خواسته پرونده همسرش را بازنگری کند. در سوئد تلاش‌ها برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی ادامه داشته، اما ایران به مقام‌های غربی گفته در آنچه امور داخلی خود می‌خواند مداخله نکنند.
مقام های سوئد برای مصاحبه حاضر نشدند، اما گفته می شود مذاکرات برای نجات جان احمد رضا جلالی ادامه دارد. کاون خاموش، بی بی سی، استکهلم. 20 سال از مرگ احمد شاملو، شاعر، نویسنده، مترجم و فرهنگ نویس ایران می گذرد. او اگر مانده بود روز جمعه 21 آذر ماه امسال 95 ساله می شد. از شاملو آثار نوشتاری و شنیداری بسیاری به جا مانده، اما تصاویر موجود از او اندک است و فیلم های به جا مانده بسیار اندک. برنامه آپارات این هفته با نمایش فیلمی منحصر به فرد زندگی احمد شاملو را از زوایای گوناگون بررسی می کند. حسن سلچو تهیه کننده و مجری برنامه آپارات با ماست در مورد فیلم این بامداد خسته صحبت کنیم که در برنامه روز جمعه آپارات پخش خواهد شد. حسن، خوش آمدی به برنامه. ابتدا از اهمیت این فیلم به ما بگو. فیلم از چند جهت واجد اهمیت است. نخست اینکه همونطور که تو گفتی تصاویر معدودی از شاملو وجود داره و این فیلم سرشار از اون تصاویر هست، تصاویری از خود شاملو، زندگیش و رابطهش با آیدا سرکیسیان همسرش. این تصاویر دیده نشدن قبلا. یک بخش دیگه مربوط به فیلمساز این فیلم هست، فیلم ساخته فرشاد فداییان، یکی از معدود فیلمسازان ساب سبک در مستندسازی ایران، و فیلم هایی که تا به الان ساخته فیلم هایی هست در نوع خودش بسیار خاص و ویژه. او با همون سبک و سیاق خودش این فیلم رو ساخته و عرضه کرده. و بخش سوم هم به ساختار فیلمه که واقعا یه ساختار منحصر به فرد داره که حالا میتونه مخالفان و موافقانی داشته باشه این ساختار، اما بسیار جذاب خواهد بود برای مخاطبان احمد شاملو و اونهایی که میخواستن بیشتر از او بدونن، و برای همه بینندگانی که اصولا چیزی ممکنه در رابطه با شاملو نشنیده باشن. منظورم نسل جدیدی هست که ممکنه کمتر مرتبط باشن با او، صداش، شعرهاش و دنیایی که او ساخت برای نسلهای پیش از این. نگران نباشی، من نالم و پس میگیرم، این کاریش میکنم. این مشمردگی بازیه، من شما اعتنا نکنم. آره، گفت که اون فیلم بانوی زیبای من، گفت چقدر لطف دارید شما به من. آره، با زهلو کنم میزن روی چیزا. آره، اینکه این در ربط اینکه ماستی که باز مثل خودمون باشه. نه نمیشه، این پیچش هرز تشریف دارید. آیده جان جان، این پیچه هر جا باید بدم به تو. هر چیز هر جی تو زندگی من پیدا میشه خلاصه مسئولیتش میکنه. دست روز آیده میشه آخر سر. به نظر خیلی دیدنی میاد حسن. چرا درباره بزرگان هنر و ادب ایران کم فیلم ساخته شده؟ چند تا دلیل داره. یکیش این هستش که اصولاً حمایتی وجود نداشته بوده به لحاظ مالی برای اینکه چون این فیلم‌هایی ساخته بشه. فیلمسازا هم دستشون نمی‌رسیده که چون فیلم‌هایی بسازن برای اینکه جایی برای ارزششون وجود نداشته و اصولاً بازگشت سرمایه‌ای وجود نداشته. من دلیل کمتر کسی هم فکر می‌کرده که به سراغ ساختن این فیلم‌هایی بره در یک زمانی. یه سمت دیگه مثلا خود هنرمندان هستن، بزرگان هنر و ادبیات ایران، که اصولاً حالا با توجه به پیشینه فرهنگ یا در واقع اون سنت ها و اینها، یا شاید علاقه شخصی، رغبتی به دیده شدن یا ساخته شدن فیلمی درباره خودشون نشون نمیدادن، سختگیری میکردن در این مورد، و یا اینکه مسائل دیگه دخیل بوده که اون که هنوز هم همینطوری هست. خیلی اصولاً علاقه ندارن که کاری دربارهشون ساخته بشه، دوربین روشون بیاد و چیزی از زندگیشون ثبتش. به همین دلیل معمولا اونقدر نبوده پیش از این، ولی خوشبختانه تو سالهای اخیر بیشتر شده. این
حسن از فیلم بیشتر بگو. برای من جالبه که فیلم مشخص از چه سالی ساخته شده، تصاویر مال چه سالیه؟ به نظر خیلی قدیمی میاد. همینطوری هست، فیلم حدود 17 سال ساختش طول کشیده. فیلمساز در آغاز علاقمند بوده و رفته دنبال اینکه از رابطه بین آیدا و احمد شاملو که دربارش حرفا زده شده، افسانه ها گفته شده که خیلی هاشم بی‌رفته، فیلمی بسازه. و خب کم رغبتی به آیدا به ساخته چون فیلمی و به هر حال مسائل مشکلاتی که در طول این سالها وجود داشته باعث شده که ساخته فیلم طول بکشه، اما ماحصل اون چیزی که وجود داشته تبدیل شده به این فیلم که همطوری که توی این یک دقیقه فیلم که الان دیده شد تبدیل شده به یه فیلم خاص که توش به فیلمساز آگاهانه با شناخت سینما و با شناخت اون کاراکتر یه فضاسازی خاص کرده. تایپ کردن شاملو، نوشتن شاملو می‌بینیم که تبدیل میشه به یه موسیقی و فیلم بخش مختلفی از این لحاظ داره. شعرخوانی های شاملو، شعرخوانی آیدا، زندگی این دو نفر با همدیگه و همطور پاسخ های شاملو به پرسش های مهمی که در ارتباط با ترجمه هاش مطرح میشه، شعرهاش و اصولا نگاه شاملو به جهان اطرافش. بسیار عالی. ما پیش از این ندیدیم. حسن چه ساعتی قرار پخش جمعه؟ اگر که اتفاق خاصی در جهان نیفته و شماها برنامه ما رو هم نزنید، ساعت 9 شب جمعه فیلم پخش میشه. یه فیلم طولانی هم هست. من از همه بیننده ها دعوت میکنم ببینن. این یک فرصت استثنایی هست برای تجدید خاطره با شاملو و همینطور برای آشنایی بیشتر با احمد شاملو. در طول هفته هم روز یک شنبه ساعت 12 شب، روز دو شنبه، روز شنبه ساعت 11 صبح، سه شنبه ساعت 3 بعد از ظهر و چهارشنبه 12 شب باز هم این فیلم رو به نمایش خواهیم گذاشت. اما برای اینکه زود خوابشون میگیره توصیه میکنم که حتما فردا شب رو یادداشت کنن، روز جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران این فیلم رو ببینن. متشکرم حسن سلجو از برنامه آپارات. این بامداد خسته رو در جمعه شب خسته از دست ندید. ممنون که با این 60 دقیقه همراه بودید. میتونید برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.